مهمان هم صحبت میکنم، عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت امور داخله که از طریق خط اسکایپ با ما وصل است. قانی صاحب سلام، خوش آمدید به برنامه. جزئیات سفر هیئت ازبکستانی به افغانستان چی است؟ با کیها دیدار کرده و روی چی موارد؟ حمید و مسلم، و بعد نخست از همه تحیات خیش را خدمت شما و تیم تکنیکی شما و به بیننده محترم تقدیم می‌دارم. واقعا روز گذشته با وزیر امور خارجه کشور ازبکستان جناب سرپرست وزارت امور داخله آقای خلیفه صاحب سراج‌الدین حقانی دیدار داشتم که خودم هم در جلسه حضور داشتم. یک جلسه کاملا الحمدلله مثبت بود، چون شما میدانید که یکی از کشورهایی است که تعاملی بسیار خوب با امارات اسلامی افغانستان داره و داشته و در آینده خواهد داشت، چون جانبین مشترکات جغرافیوی یا اتصال منطقوی علاوه به او سایر مشترکات معنوی و تاریخی با کشور ازبکستان داشتیم و داریم. بنابراین میخواهیم که رابط دو جانبه بهتر گسترش پیدا کنه و توسعه پیدا کنه. الحمدلله که یک جلسه بسیار مثبت بود، چون از زبان خود وزیر امور خارجه آقای بختیار همه موضوع را گفتند که رهبری کشور ازبکستان بسیار نظر مثبت درباره افغانستان داره، مشترکات زیاد داریم و می خواهیم که می رابطه همه جانبه ما شما دوامدار شود و توسعه پیدا کنه و از نگاه و از مقطع قول بیایم به عمل. و چون الحمدلله امنیت سرتاسری در کشور تامین شده، باید بسیار پروژه بزرگ اقتصادی که ما در نظر داریم انشاءالله به تفاهم جانبین پروژه را عملی کنیم. امنیت سرتاسری تامین شده و در راستی مبارزه با مواد مخدر هم گفتگوی خوبی داشتیم که اونا تعهد سپردن که ما همکاری همه جانبه در آینده خواهیم داشت. یک در کل یک جلسه بسیار مثبت بود، انشاءالله که موثر تمام شود. درست، ولی در مورد مسائل امنیتی هم صحبت های شده بین دو طرف، سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان و وزیر خارجه ازبکستان آقای یقانی؟ طبعا امارات اسلامی افغانستان بعد از روی آمدن بعد از اینکه روی کار آمد، طبعا دستاوردهای بسیار خوبی در قسمت تامین امنیت دارد، چون امنیت سرتاسری تامین شده، امنیت مثالی تامین شده که نفش به منطقه است، حتی میشه گفت که به امنیت جهانی بسیار مثبت تمام شده. خاک افغانستان مسئول شده، طبعا ما همکاری همه جانبه با همه کشورها داریم، خواستن با کشورهای همسایه، چون اونا همیشه سپاسگزاری کردن و اظهار امتنان کردن که الحمدلله امنیتی که امارات اسلامی افغانستان در اراضی افغانستان آورده امنیت مثالی بوده و این میتوانه که در عرصه روابط ما شما یک گام بسیار مثبت را داشته باشه و در عرصه مختلف سیاسی، اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی ما می روابط را گسترش پیدا کنه و این اثرش طبعا از امنیت بوده. درست، زمانی که بحث کشورهای همسایه مطرح میشه آقای قانی، مثلا پاکستان ابراز نگرانی میکنه از TTP، تاجیکستان ابراز نگرانی میکنه از انصارالله تاجیکستانی یا نام دیگه شما ارسلان، ازبکستان هم طبعا نگرانی های داشته، بحث تایریالداشت و کسانی که از تایریالداشت مانده در افغانستان یا باورها بمی است که از افراد تایرول داشت در افغانستان است در سمت شمال افغانستان، در این موارد آیا ازبکستان نگرانی دارن یا نگرانی داشته یا در این موارد صحبت شده؟ ببینین، امارات اسلامی افغانستان چنانی که در توافق دوحه به همه دنیا می تعهد سپارید که خاک افغانستان فقط و فقط به منافع افغانستان استفاده میشه و هیچ کشوری یا هیچ منافع کشوری هم از همسایه و منطقه خاک ما استفاده نمیشه و عملا الحمدلله تا امروز ما ثابت کردیم که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نشده و نخواهد شد و نخواهیم اجازه داد این بخش. طبعا بعضی کشورها بعضی نگرانی های بیمورد را البته داشتن یا بعضی ابراز میکنن، ما همه نگرانی هایشان را مسترد میکنیم. خاک ما مسئول است و تا امروز هیچ کسی از این آسیب ندیده و داینده نخواهد دید و امنیت سرتاسری الحمدلله تامین است، خاک ما مسئول است. درست، ازبکستان در حال حاضر در قسمت مسائل افغانستان چگونه میبینه با توجه به صحبت هایی که داشتن، وعده هایی که سپردن در قسمت اقتصاد و امنیت، چگونه میبینه به مسائل افغانستان؟ آیا بدید مثبت میبینه؟ طبعا یک روابط بسیار مثبتی که امروز با کشور ازبکستان امارات اسلامی افغانستان داره در همه عرصه ها بوده الحمدلله،
چون رهبری همه جهت ها به یک خوشباور هستند، به خصوص خود وزیر سب امور خارجی ازبکستان گفتند که جناب رئیس جمهور و سایر اراکین دولت خواهان بسیار رابط نیک دوامدار و همه جانبه در عرصه های مختلف سیاسی اقتصادی با افغانستان داشته باشیم. طبعا جهتن هر دوشان به این قائل هستند و خوشباور هستند که انشاءالله همین روابط نیکی که داریم بیشتر گسترش پیدا کنه. درست. و این امیدواری تا چه اندازه است آقای قانی؟ چون قرار بود روابط با کشورهای دیگر مثل ایران، مثل تاجیکستان، روسیه و چین هم گسترش پیدا بکنه، ولی ما دیدیم که اونا نگرانی هایش را هنوز داره، با آدرس افغانستان انتقاد میکنه، هر از گاهی بحث مسائل امنیتی را پیشکش میکنه. ازبکستان چقدر به این مسائل باور داره و چقدر به وعده های امارات اسلامی اونا اعتماد کردن؟ ببینیم، ما قبلا هم یک تذکر دادم که امارات اسلامی افغانستان خاکش مسئول شده، نه تنها در لباس قول، ما در لباس عمل به همه کشورهای همسایه به کشورهای منطقه ثابت کردیم که خاک افغانستان علیه هیچ کسی استفاده نمیشه. هم همه رهبری کشورها به این باور دارن و بعضی جهت هایی که البته اشکال میکنن و در بعضی رسانه ها گفتگوهایی دارن که گویا که خاک افغانستان مسئول نیست، ما همیشه گفتیم که ما مسئول ساختیم و اگر هر کسی که نگرانی داره باید به ما مدرک بیارن، دلیل بیارن، هیچ سوالی پیدا نمیشه که خاک افغانستان مسئول نباشه. الحمدلله خاک ما مسئول شده، روابط ما بهتر شده، شما میبینید که از اثر تامین امنیت سرتاسری با همه کشورهای منطقه ما همه تعامل سیاسی، اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی در همه بخش ها داریم. تشکر. آقای عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت امور داخله، که به برنامه با ما بودن و وقت گذاشتن، ممنون هستم. سپاسگزارم شما. تشکر. سلامت باشید.